مسافرین محترم می توانند تکت های خیش را از دفتر مرکزی شرکت واقع سرک 11 وزیر اکبرخان و تمام تراول اجنسی های شهر به دست بیاورند. شماره های تماس 0780-388-775 و یا 0797-71-71-70. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. با سلام، پنج شنبه شبتان بخیر. بیننده 30 دقیقه خبر از یک هستید. سرخط خبرها. رد دخیل بودن رئیس بانک ملی و رئیس کابل بانک نو در بحران کابل بانک. سرپرست وزارت مالیه میگوید باید دزدان صدها میلیون دلاری کابل بانک تعقیب شوند، نه افراد بیگناه. چهره های تازه جایگزین چهره های کهنه. از نهادهای عدلیه و قضایی به زودی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند. یکی از اقدامات جدی آقای رئیس جمهور، شاید چند روز دیگه خبرش را شما بشنوین که اعضای جدید معرفی خواهد شد. از محدودیت هایی که کرزی وضع کرده بود تا آزادی هایی که احمدزی می بخشد. رئیس جمهور دستور داده در برابر کسانی که امنیت را برهم می زنند از زور کار گرفته شود. در صورت حمله بر قوای مسلح ما امرایشان برخورد جدی و سرتاسری. گذرگاه سالنگ از برفباری های مرگبار تا جاده های خاکی. این روزها گذر از سالنگ حال موتر و مسافر را بد می سازد. پیسر می گیرن، کاغل و رجور می کنن، پس ایرو می بره خراب می شه، خلاصش دیگه به نتیجه از کار. و زانو زدن ائتلاف جهانی در جنگ با گروه دولت اسلامی در سوریه. پنتاگون هشدار می دهد که شهر کوبانی به زودی سقوط خواهد کرد. خوش آمدید، من رؤوف اجمل هستم، میزبان شما در 30 دقیقه خبر امشب. ملا شمس الله مشهور به قاری زبیر رهبر شبکه جندلا از شاخه های حرکت اسلامی ازبکستان امروز در یک حمله هوایی در ولایت تخار کشته شد. ریاست امنیت ملی در خبرنامه گفته است ملا شمس الله از طراحان اصلی ترور مولانا عبدالرحمن سیدخیلی بود. بر بنیاد این خبرنامه در این رویداد قاری اسد از دیگر اعضای برجسته گروه جندلا نیز کشته شده است. در این حال، ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت انس حقانی، پسر جلال‌الدین حقانی و حافظ رشید را ضربه بزرگ بر پیکر این شبکه می داند. این نهاد بازداشت این دو چهره کلیدی شبکه حقانی را دستاورد بزرگی می داند. آگاهان نظامی بازداشت انس حقانی را بر کاهش فعالیت‌های این شبکه تاثیرگذار می دانند و می گویند امنیت ملی باید اطلاعات بیشتر را از این افراد درباره فعالیت شبکه‌های هراس افغان به دست آورد. سلیمان مستمند با جزئیات بیشتر این خبر. از چهره های دست اول شبکه حقانی بازداشت شد. انس حقانی، پسر جلال الدین حقانی و برادر ناتنی سراج الدین حقانی درست پیش از سوی ماموران امنیت ملی بازداشت شده است. انس حقانی از چهره های اثرگذار در تصمیم گیری های شبکه حقانی شمرده می شود و مهارت خوب برای تبلیغات این شبکه داشته است. اینا با سایر اعضای شبکه حقانی سفرهای منظم به خلیج کشورهای عربی داشتند که تایی سفرها اونا از نزد شیوخ عرب و سایر متشبسینی که در اوجا بودن پول و یا اعانه مالی تقاضا میکدن تا بتانن همی فعالیت های تروریستی و دهشت افغانی خود تداوم بتن در افغانستان. این فرد نیز حافظ رشید یک جا با انس حقانی بازداشت شده است. حافظ رشید در چکوال پنجاب پاکستان زندگی می کرد. ماموریت این مرد فراهم ساختن تجهیزات و مواد انفجاری و انتحاری به ویژه در ولایت های خوست و کابل بوده است. حافظ رشید از فرماندهان کلیدی شبکه حقانی است. ما می تانیم گفته که اساسی ترین ضربه بر پیکر و رهبری شبکه حقانی توسط ریاست عمومی امنیت ملی بود که باعث اختلال نه تنها در سطح رهبری شبکه میشه، بلکه
در تاثیرات از در سطوح میانه و در سطوح پایین نیز به سطح عملیاتی انشاءالله احساس خواهد شد. پیشتر هم نصیرالدین حقانی، مغز متفکر شبکه حقانی در اسلام آباد کشته شد. نصیرالدین حقانی ستون فقرات شبکه حقانی هم شمرده می شد. اما اکنون و با بازداشت انس حقانی، سبب چی پیامد بر فعالیت های این شبکه در کشور خواهد شد؟ به دست آوردن اطلاعات از افراد بازداشت شده می تانه کمک بکنه به سازمان های امنیت افغانستان که مجموعه شبکه های تروریستی را در داخل و خارج پاکستان، خارج افغانستان، یعنی در پاکستان هم مورد نظارت قرار بدن، جلو فعالیت ها را بگیرن. این در صورتی است که بتانن با تمام امکانات اطلاعات را در مورد چگونگی شبکه‌های حراستگان از افراد بازداشت شده به دست بیارن. شبکه حقانی یکی از گروه‌های خطرناک حراستگان است. سازمان استخبارات نظامی پاکستان در تمویل و تجهیز این شبکه متهم است. بزرگترین و خونین‌ترین حمله‌های حراستگان را شبکه حقانی در افغانستان انجام داده است. نظامیان خارجی نیز به دور از حمله‌های این شبکه نماندند. شبکه حقانی درج فهرست سیای سازمان ملل متحد و فهرست سیای حراس‌افغانی ایالات متحده آمریکا است. واشنگتن شبکه حقانی را یکی از دشمنان سرسختش در افغانستان می شمارد. حضرت عمر زاخلوال سرپرست وزارت مالیه می گوید محبلا صافی رئیس بانک ملی و موسی غازی رئیس کابل بانک نو که همکنون فراری هستند در بحران کابل بانک دخیل نیستند. او ضمانت این افراد از سوی خودش را رد می کند و می گوید باید متهمان و دزدان صدها میلیون دلاری کابل بانک مورد تعقیب قرار گیرند، نه اینکه زندان از افراد بیگناه پر شود. اما دادستانی کل تاکید می ورزد که محبلا صافی و موسی غازی با ضمانت آقای زاخلوال از بنده ها شدند و او باید در این زمینه پاسخ بگوید. سجاد محمدی. جنجالی ترین پرونده فساد مالی در افغانستان که هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد، پرونده کابل بانک که در سال 2010 دچار بحران شد. اکنون سرپرست وزارت مالیه و مشاور اقتصادی رئیس جمهور تاکید دارد که باید در رسیدگی و تحقیق این پرونده تجدید نظر شود، زیرا تا هنوز متهمان و دزدان اصلی کابل بانک مورد پیگرد قرار نگرفتند. هنوز ما قصه‌ای داریم که به صدها میلیون دلار از بانکی از کابل بانک یا مقروض هستند و یا متهم در تصمیم گیری هستند که هیچ نوع دوسیه ها به اونا ساخته نشده. فوکسی اصلی باید سری مردم باشه، فوکسی اصلی سری دزدای کابل بانک باشه، نی سر مامورین که اینا رول مستقیم نداشته و اونام به یک شکل ارتباط داده شده و زندان از این مردم پر شده. آقای زاخلوال از متهمان اصلی کابل بانک نام نمی برد و می گوید سندهای چنین افراد نزد بانک مرکزی، دادستانی کل و دادگاه کشور وجود دارد. پیشتر دادستانی کل اعلام کرد که محب الله صافی رئیس بانک ملی و مسعود موسی غازی رئیس کابل بانک نو که هر کدام به 3 سال زندان از سوی دادگاه ویژه کابل بانک محکوم شده بودند و با ضمانت وزارت مالیه از بند رها شده بودند از کشور فرار کردند. اما اکنون آقای زاخلوال این ادعای دادستانی کل را رد می کند و می گوید این افراد در بحران کابل بانک دخیل نیستند. من شخصا هر دویشان را میشناسم، با وجودی که ما زامنشان نبودیم اینا را تشویق میکنم که برگردانم، به خاطر که با اساس اسنادی که دست به دست دارم یکیشانم چی نیست، یعنی دخیل در خود موضوع کابل بانک نیست. در این حال دادستانی کل بار دیگر تاکید می‌ورزد که موسی غازی و محب الله صافی با ضمانت حضرت عمر زاخلوال سرپرست وزارت مالیه از بند رها شدند و حالا آقای زاخلوال باید در این باره پاسخ بگوید. شخص خود وزیر که در رأس وزارت مالیه بودند و اینا مکتوب را ترتیب دادن و مکتوب بعدا به استر محکمه افغانستان فرستادن که او در اوج اینا احکام جناب قاضی قضات افغانستان دریافت کردند که اشخاصی که نامشان برتان گرفتم، موسی خان، غازی، محب الله صافی، الا قطعیت حکم از بند رها باشه و ضمانت معتبرشان هم امی اشخاصی هستند که ما برتان گفتم وزارت مالیه و بانک مرکزی. حالا 16 روز از این حکم رئیس جمهور غنی میگذرد و دادگاه عالی تنها یک ماه فرصت دارد تا فیصله نهاییش را درباره بحران کابل بانک صادر کند. ظاهرا رئیس جمهور غنی میخواهد با پیگیری این پرونده قاطعیتش را در امر مبارزه با فساد اداری نشان دهد.
دیده شود که آیا در جریان یک ماه می شود درباره پرونده با این خم و پیچ ها و ابعاد گسترده فیصله نهایی و جامعه صورت گیرد؟ تا چند روز دیگر در رهبری نهادهای عدلی و قضایی کشور تغییرات به میان خواهد آمد. ریاست جمهوری میگوید به زودی چهره های تازه در پست های دادگاه عالی، دادستانی کل و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی برای گرفتن رأی به شورای ملی معرفی خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از نظرالدین مصلح. فساد اداری پدیده ای که افغانستان را در جهان با بدنامی شهره کرده است. برنامه مناظره کابل تلویزیون یک این بار مبارزه با فساد اداری را مورد بحث و بررسی قرار داد. مشاور حقوقی رئیس جمهور در این برنامه موجودیت نهادهای موازی را سبب افزایش فساد در کشور می داند و بر لغو این نهادها تاکید می کند. از سوی هم او می گوید رئیس جمهور در نظر دارد به زودی تغییراتی را در پست رهبری دادگاه عالی و دادستانی کل به وجود آورد. یکی از اقدامات جدی آقای رئیس جمهور، شاید چند روز دیگه خبرش شما بشنوین که اعضای جدید معرفی خواهد شد. این کمیسیون رئیس جمهور قبول نداره. رئیس محترم قوه قضاییه و یک نفر دیگه از اعضای استر محکمه وقتش به پایان رسیده و شما به خیلی زود شاهد ازی خواهید بودید که رئیس جمهور اقدام خود را علنی خواهد کرد و اعلام خواهد کرد. و همینطور بحث لویسا رنوالی که دیگه عرض کردم قدم اول دیشب برداشته شد، قدم بعدی ان شاء الله چند روز دیگه ملت عزیز ما دقیقاً شاهد خواهد بود. مشاور حقوقی رئیس جمهور همچنان تاکید میکند که ریاست جمهوری حق دارد از کارکرد قوای قضاییه نظارت کند. این همه نابسامانی که وجود دارد در دستگاه قضایی، این را کی بازخواست کنه؟ مردم خودشان که امکانش نیست برایشان. او مظلومه که حقش تلف میشه و که دیگه دستش به جای بند نیست. اگر اعتراض یا انتقاد آقای رئیس جمهور برای بعضی از مسئولین قوه قضاییه ناخوشایند بوده، بیاین با دلیل اثبات کنن و اونا میگن که معلومات رئیس جمهور غلطه، بیاین تصحیح کنن معلومات رئیس جمهور. اما چرا عاملان بزرگ فساد اداری در جریان 13 سال گذشته محاکمه نشدند؟ وزرایی که محاکمه میشن باید به او با یک سرنوالی خاص و محکمه خاص جور شود. تبال محکمه خاص جور نشده، اراده ای در نظام وجود نداشته، اراده ای در زمامدارا وجود نداشته که با فساد مبارزه بکنن. با این همه حالا در کنار تامین امنیت همه از حکومت وحدت ملی انتظار دارند تا برای از میان برداشتن فساد اداری تلاشی جدی کند. اما این مبارزه باید با چه شیوه های صورت گیرد؟ 34 اصل است که باید مراعات شود، دولت جدی مراعات کنه. اول قاطعیت است که نشان داد، دوم ادامه کار از کیره به انجام برسانه و نتیجه گیری نهایی صورت بگیره. سوم اصلاح در تمام ادارات دولتی است. اگر در قوه قضاییه فساد نبوده، این همه متهمین به قضایا، مجرمین معلوم الحال، به اساس تصمیم کدام قوه در افغانستان رها شده؟ در اداره رئیس جمهور کرزی، افغانستان در رده کشورهای درجه اول فساد در جهان قرار گرفت. اکنون دیده شود که حکومت وحدت ملی با این پدیده چگونه مبارزه می کند و آیا می تواند مقام های بلند پایه آغشته با فساد را مجازات کند یا نه؟ اشرف غنی احمدزی دستور داده است کسانی که امنیت را برهم می زنند نیروهای امنیتی افغانستان حق دارند در برابر آنها از زور کار گیرد. از سوی هم او بر مجازات قاتلان نیروهای امنیتی به گونه جدی تاکید می کند. اما یاد کردن طالبان به عنوان مخالفان سیاسی حکومت از سوی آقای احمدزی با انتقادهای تند روبرو شده است. به شهمند قاسانی گزارش می دهد. از آغاز حکومت وحدت ملی تا هنوز چندین بار کابل و برخی ولایت‌ها گواهی حمله‌های انتحاری طالبان بوده‌اند. اکنون رئیس جمهور غنی ناوقت دیروز در دیدار با فرماندهان ارشد نیروی امنیتی کشور هشدار داده است کسانی که امنیت را برهم می‌زنند با استعمال قوا روبرو خواهند شد و نباید کسانی که در قتل نیروی امنیتی کشور دست دارند بدون مجازات رها شوند. دولت افغانستان تحمل از این نداره که قاتلین اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی رها شوند و یا مورد محکمه قرار نگیرند. اطمینان داشته باشند که در صورت حمله بر قوای مسلمه امرایشان برخورد جدی و سرتاسری خود. از سوی هم تاکید میکند نیروهای امنیتی که به خاطر دفاع از وطن جانهایشان را از دست میدهند باید شهید خطاب شوند. شهدای اردو شهید هستند. شهدای قوه مسلح افغانستان شهید هستند. کسی که کلمه شهید برشان استعمال نمی کنه از اصول
قانون اساسی و عقاید ما اختلاف میکنه. اما تا هنوز دوبار رئیس جمهور غنی از طالبان به عنوان مخالفان سیاسی یاد کرده است. روز گذشته آقای غنی یک بار دیگر این گروه را مخالفان سیاسی خطاب کرد و از آنها خواست که بروند صلح بپیوندند. دلته سیاسی مخالفین رو تمه یا پیغام ده. زانم لتعلیم نه محروم که، اولادونم لتعلیم نه محروم. لاس را که چه بخاوره که صلح را اولو. سوله ده هر ماشوم گوخته ندار. بل سوله نه ثبات نرازی. موگ نغوالو چه کال که 15 میلیارد دلار پا امنیت باندی اولگه او. به باور آگاهان مخالفان سیاسی به کسانی گفته می شود که بر بنیاد قوانین در تلاش انتقاد حکومت و اصلاح کاستی ها می باشند و روندهای دموکراتیک را به رسمیت می شناسند، اما طالبان فاقد این ویژگی ها اند. با نظر ما طالبان دشمنان نظامی مخالف دولت افغانستان هستند و اونا به هیچ وجه تا به حال نشانه ای را که بتانه اونا را به یک مخالف سیاسی افغانستان تبدیل بکنه از خود نشان نداد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور بارها طالبان را برادر خطاب کرده است، اما این گروه همواره به حمله هایشان ادامه دادند و اکنون اشرف غنی احمدزاده این گروه را مخالف سیاسی می داند. دیده شود که این تغییر سیاست در برابر طالبان تا چه اندازه این گروه را وادار خواهد کرد که از خشونت و حمله های اشرف غنی دست بردارند. از 8 سال به این سو 4 بار داخل تونل سالنگ و گالری ها قیریزی شده است، اما حالا هیچ اثری از جاده پخته در بسیاری گالری ها وجود ندارد و به کلی تخریب شده است. راننده ها و مسافران هشدار می دهند اگر حکومت وحدت ملی در این باره توجه نکند تا چند روز دیگر با نخستین برف زمستانی گذرگاه سالنگ برای ترافیک بسته خواهد شد. تمیم شهیر که به سالنگ ها رفته بود می گوید بسیاری موترها با یک بار گذر از سالنگ ها خراب می شوند و مسافران با وضعیت بدی از این را رفت آمد میکنند. انتهای این جاده به سالنگ ها می انجامد. شکایت های زیاد درباره خرابی جاده های سالنگ وجود دارند. از نزدیک می خواهیم این مشکلات را به تصویر بکشیم. جاده های کمر زلزله بلای کوه ها کشیده شده است. از همین جاده ها موترهای مسافربری با سرعت زیاد عبور می کنند و از دیگر موترها پیشی می گیرند. هرچند این سرعت خطر مرگ را به همراه دارد، اما عجله میکنند زودتر به مقصد برسند. در مسیر جاده سالنگ مناظر طبیعی زیاد وجود دارد. یکی از این مناظر اینجاست. نه تنها در مسیر سالنگ بر در بیشتر ولایت های افغانستان مناظر طبیعی زیاد وجود دارد، اما مهم این است که دولت افغانستان در سرمایه گذاری این مناظر توجه نکرده است تا عواید بیشتر به دست آورد. پاکستان کالاهای ترانزیتیش را از همین مسیر با آسیای میانه انتقال می‌دهد. نیروهای امنیتی می‌گویند که موترهای صفبار به ویژه از پاکستان جاده‌ها را تخریب کرده است. دست و پنج دوبار نکنید، فایده را به پاکستان می‌ده، سرک همه خراب می‌کنند. خدا راستی این مردم سالنگ این منطقه بیقی کل تفلاج مریض است از خاک باد. به خاطر صفبار بودنشان برخی اوقات این گونه موترها را توقف می‌دهند. مانند این موتر که 7200 افغانی جریمه شده است. که در دورای حیرتان ما را جریمه کردن، گفت که زیاد بار نکنید به خاطر سرکا دیگه. با نزدیک شدن ما به سالنگ ها خرابی جاده ها نمایان تر می شود. داخل گالری ها وضعیت جاده ها از این بدتر است. از طریق این جاده ولایت های جنوب کشور به شمال وصل می شود. هر بار که این جاده قیلیزی شده دوباره تخریب شده. یکی از علت های تخریب این جاده عبور و مرور موترهای تناژ بلند است. راننده موترش را در میان راه رها کرده است. شاید دنبال مستری باشد. در این نزدیکی ها هم پیدا نمی شود. رفت آمد از جاده سالنگ این گونه نگرانی ها را به همراه دارد. میارن خواهیکار مخط گله و سنگ داخلم چکریا پر میکنم من دازن. پیسه را میگیرن کاغل واره جور میکنن پس ایرو میبره خراب میشه خلاصش دیگه به نتیجه از کار. پرکاری جاده ها با سنگ و خاک در اینجا معمول است. هرچند می دانند که مدت کوتاهی کار خواهد داد و بس. در این مسیر در یک بار رفت آمد با 3 موتر روبرو شدیم که خرابی جاده ها آن را از کار انداخته بود. مانند این موتر که راننده و مسافران آن در انتظار کمک هستند. از هر موتر کمک می خواهند اما ناامید می شوند. 1.5 ساعت را در این گرد خاک سپری کردند.
یعنی همه کلی از خرابی سرکا شده، همه کل سنگ های برای آمده مثل آهن وریم میتونم دو تایر پنچه کرده اخنجان تا اینجا چند میلیون دلار در داخل تونل مصرف شده اما هیچ فایده نکده. از 8 سال به این سو یک بار تمامی جاده های سالنگ، 4 بار گالری ها و 4 بار هم داخل تونل سالنگ قیریزی شده است، اما حالا به یک ویرانه تبدیل شده است. تا این که بالای از اشارا تونل و گالری ها سرمایه گذاری اساسی صورت نگیره، ترمیمات موقت نتیجه بخش نباشد. تنها جایی را که در سالنگ ها قیریزی شده یافتیم داخل تونل سالنگ بود. هرچند این تونل به تازگی بازسازی شده اما با آن هم خرابی در بخش این جاده دیده می شود. نتیجه انتخابات شوراهای ولایتی تا پایان هفته آینده اعلام می شود. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید تاکنون بیش از 50% از فیصله های کمیسیون شکایت های انتخاباتی وارد سیستم شده است که با پایان یافتن این روند نتیجه انتخابات شوراهای ولایتی روشن خواهد شد. زکریای حسنی گزارش می دهد. واپسین گام برای اعلام نتیجه انتخابات شوراهای ولایتی کشور در اینجا مرکز جمع‌بندی اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات برداشته می شود. روندی که به گفته کمیسیون مستقل انتخابات اندکی زمان بر است. کمیسیون مستقل انتخابات درج فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی را در مرکز جمع‌بندی نتایج شروع کرده و این روند از 8 صبح تا 8 شام ادامه پیدا می کند و نزدیک به 14 ولایت در حالت پروسس است. با تازگی کمیسیون شکایت های انتخاباتی حجم زیادی از فیصله هایش را به کمیسیون انتخابات سپرد، آنچه که بارگذاری آن در سیستم تا پایان هفته آینده زمان نیاز دارد. بیشتر از 50% هنوز داخل سیستم است و بقیه ضرورت به ای دارن که ما روش کار کنیم و امیدوار به ای هستیم که تا آخر هفته آینده نتیجه اعلام شد. انتخابات شوراهای ولایتی در کنار انتخابات ریاست جمهوری با انتقادهای زیادی روبرو شد. خیلی ها این انتخابات را غیر شفاف خواندند و بر ضد آن اعتراض کردند. اکنون باید دید اعلام نتایج انتخابات شوراهای ولایتی در پایان هفته آینده با چه واکنش‌های روبرو خواهد شد. در خارج از افغانستان، وزارت دفاع آمریکا هشدار می‌دهد که به زودی شهر کوبانی سوریه سقوط خواهد کرد. جان کربی سخنگوی پنتاگون گفته است که از اثر حمله های هوایی آمریکا در جریان 48 ساعت گذشته ضربه محکمی بر مواضع گروه دولت اسلامی وارد شده است. اما وی هشدار می‌دهد که این شهر به گونه موقت به دست جنگجویان گروه دولت اسلامی سقوط خواهد کرد. دود و غبار فضای شهر کوبانی را تاریک ساخته است. از 48 ساعت گذشته جنگنده های آمریکا ضربات محکمی را بر مواضع داعش وارد کردند. صدها تن از جنگجویان داعش در این حملات کشته و زخمی شدند. اما این حملات نمیتواند مانع سقوط این شهر شود. کوبانی اکنون کاملا زیر محاصره جنگجویان دولت اسلامی درآمده است. این شهر استراتژیک به زودی سقوط خواهد کرد، موضوعی که وزارت دفاع آمریکا از آن هشدار می‌دهد. گروه دولت اسلامی جنگجویانش را به گونه چشمگیر به این شهر فرستاده است. از همین رو ما عملات هوایی را در این شهر شدت بخشیدیم. مردم این شهر باید بدانند که این شهر به گونه موقت سقوط خواهد کرد. در همین حال جان آلن فرمانده نیروهای ائتلاف جهانی بر ضد گروه دولت اسلامی تاکید میکند که اکنون هدف از حملات هوایی آمریکا در شهر کوبانی سوریه به خاطر رساندن کمک‌های بشردوستانه است، نه مانع پیشروی جنگجویان این گروه بر این شهر. هدف از حملات هوایی ما در شهر کوبانی برای متفرق کردن جنگجویان داعش است تا کمک‌های بشردوستانه به این شهر ارسال گردد. اما در شهر انبار هدف از عملات هوایی ما مانع پیشروی جنگجویان گروه دولت اسلامی است. این در حالی است که پیش از این بانکیمون دبیر کل سازمان ملل هشدار داد در صورتی که شهر کوبانی سوریه به دست جنگجویان گروه دولت اسلامی سقوط کند در این شهر فاجعه انسانی رخ خواهد داد. و اینکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار می‌دهد که آمریکا در صدد باجگیری از مسکو است. پوتین در گفتگو با یک روزنامه صربستانی تاکید کرده است که رفتار باراک اوباما در برابر روسیه خشونت آمیز است و به خاطر بحران اوکراین می‌خواهد از کشورش باج بگیرد. وی گفته که آمریکا در مسائل داخلی روسیه مداخله می‌کند و باید منتظر پاسخ پیامدهای این مداخله‌ها باشد. آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا به خاطر بحران اوکراین روسیه را زیر باری از تحریم‌ها قرار دادند. و رسیدیم به پایان 30 دقیقه خبر امشب. از همراهیتان سپاسگزارم. شبتان خوش. خدا نگهدار.